از محترم آقای خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت ستامت دعوت به عمل آورده ایم تا این معلومات را با شما در میان بگذارند. آقای صدیقی سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. این نظرسنجی یا سروی که در 24 ولایت افغانستان صورت گرفته از افزایش معتادان تا دو برابر تقریبا از آنچه در سال 2012 بود تا سال 2014 در افغانستان خبر میده. کمی در مورد ارقام معتادین و جنسیت از اونا معلومات بدین، به چه تعداد زن هستند، به چه تعداد مرد و چه تعداد کودکان را در این تعداد شامل هستند؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و بیننده های محترمتان. سروی که اخیرا انجام شده به کمک وزارت محترم ستامه و اداره محترم مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده امریکا نشان دهنده این است که با تاسف تعداد آماری که قبلا در سال 2012 بود، چنان شما هم در نخست فرمودین، از 1.6 میلیون به 3 میلیون افزایش یافته است. بله. اما یک نقطه را دیگه باید صراحت بدیم و تصحیح بکنیم، مانین که این 3 میلیون همش معتاد نیست. اینا استفاده کننده های مواد مخدر در بر میگیره. بله. که در 3 میلیون 1.5 یا 1.6 میلیونش تقریبا معتادین هستند، باقی ماندهش استفاده کننده مواد مخدر هستند که یعنی وقتاً فوقتاً استفاده میکنن ولی معتاد نیستن و ضرورت به تداوی ندارن، ولی ضرورت به این که بهشان به این بخش هم کار شوه ضرورت هست، اما همشون 3 میلیون مکمل معتاد نیست. ولی در رابطه با سوالتان که کدام بخش ها رو در بر میگیره، با تاسف که این 3 میلیون در برگیرنده اقشار مختلف جامعه هستن، هم از اطفال، جوانان و زنان. بله. که تقریبا 11% کل نفوذ کشور را شامل میشه. بله. و در این جمله 1% اطفال است و با تاسف که اطفال نازنین ما هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این دهی پدیده از اثر از این پدیده شوم صحتشان متاثر است و آن این که در محیط یا در خانواده و یا در اطرافیانشان به شکل مستقیم و غیر بله. مستقیم اینا هم بر بله. مشکل مواد مخدر صحتشان متاثر شده. خب در این رقمی که شما در این سروی ارائه دادین، آیا تعداد معتادین به مواد مخدر در این 24 ولایت به یکسان بوده یا ای که یک برخی از ولایت دارای بالاترین سطح معتادین هستند و برخی معتادان در او کمتر است؟ همان طور که شما فرمودین در یک تعداد از ولایت ها تعداد بالاست، در یک تعداد ولایت ها کم است، تفاوت های وجود داره بین شهر و ده و آنچه مهم است و قابل یادآوری است که در مناطق به حساب بیرون از شهر بله. آمار بلندتر است و در مناطق شهرنشین کمتر است. هرچند وقتی شما در شهر کابل در چند نقطه میبینین که به چشم سر شما میبینین در شهر که تردد میکنین، ولی ارقام بیشتر یا تعداد بیشتری معتادین در ولایت های دوردست و در ولایت هایی که دسترسی به مواد مخدر بیشتر است و بخصوص در روستاها بیشتر بله. از شهر هاست. خب نوعیت اعتیاد چه تحولی را به خود دیده؟ یا اعتیاد هنوز به تریاک رایج است یا که به هیروین و مشتقات دیگه هم افراد معتاد هستند؟ خب شامل اشکال مختلف مواد مخدر و مسکرات میشه، شروع از تریاک و به تعقیب از او از چرس و مشروبات الکلی و یک تعداد دواهای دیگه هم که در بازار به عنوان اشکال مختلف به طور قاچاقی دستیاب است، بعضی تابلت ها و دواهای دیگه هم از این استفاده میشه و اگر به تفصیل بریم حتی بعضی از مواد دیگه که در ترکیب مواد ساختمانی و رنگ و اینا هست از یا هم یک تعداد استفاده میشه بله. که ایجاب بس یک تفصیلی رو میکنه. خب. ولی شکل زرقیش بله. کمتر است. آقای صدیقی وقت بسیار کم است، رای حل این مسئله چیست در حال که تمام برنامه‌های مبارزه با معتادین به نظر میرسه که ناکام شده، چرا که این تعداد اکنون دو برابر هستند در افغانستان؟ خب یکی باید در کل عنوان بکنیم که مبارزه با زر و قاچاق و کشت مواد مخدر شاید به حد موفق نبوده که در 12 سال بالایش سرمایه گذاری شده، اما آنچه برای وزارت ستامه این آمار موجب نگرانی است و رهبری جدید وزارت ستامه وامی دارد تا به یک سلسله پالیسی های نو رو بیاره که ما رهبری جدید وزارت ستامه و سب تدوین کرده و روی از او کار کرده در این چند ماه اخیر و آن این که پرداختن به تداوی این معتادین در داخل بستر در بیمارستان رای حل اساسی نیست، چون ما با ظرفیت موجود خود در سال حد اقل
30 تا 40 هزار ما میتونیم که در داخل بستر تداوی کنیم و اگر این ظرفیت خود بالا هم ببریم دو چندم بسازیم از 80 هزار یا یک لک بیشتر زیر در یک سال ما تحت پوشش قرار داده نمیتونیم. بنابراین این راهکار پرهزینه است و مسئولیت کمتر داره. راهکار اصلی این است که ما بر ابعاد مختلفی پدیده از آدرس‌های مختلف کار بکنیم که شامل مسائل وقایوی، آگاهی دهی، دخیل ساختن افراد فعال و رشتفیده و مسنسفیده و علما و تشکر. بله تشکر از حضورتان آقای صدیقی و از شرحه که بله متاسفانه وقت ما اینجا خاتمه پیدا میکنه. باز هم تشکر از حضورتان. با امید روزی که کشور ما عاری از این معاده.